ورود مصطفی آجرلو به صحنه مدیریت باشگاه استقلال امید و برای هواداران این تیم زنده کرد، اما حالا اون و تیم مدیریتیش با چند چالش بزرگ روبرو هستن. باشگاه استقلال تا یه ماهای گذشته شرایط پرتلاطم و پرتنشی رو تجربه کرد. استقلال با بیشترین حجم از اعتراضات مردمی مواجه بود و هوادارانی که دیگه طاقتشون از ناکامی‌های متوالی و مشکلات ریز و درشت لبریز شده به دنبال راهی برای خروج تیم از بحران می‌گشتن. حالا اما مردی سکان مدیریت استقلال به عهده گرفته که سوابق نسبتاً خوبی در فوتبال داره و این مسئله است که هوادارا رو امیدوار می‌کنه. آجرلو با انبوهی از مشکلات و بدهی‌ها مواجهه که باید یکی یکی از پس چالش‌های باشگاه بر بیاد. انگیزه اما مهمترین چیزی که اون برای اصلاح ساختار و ایجاد شرایط مطلوب در استقلال همراه خودش داره. با هم 5 چالش بزرگ مدیرعامل جدید استقلال رو بررسی کنیم. 1. نیاز فوری به تامین پول. اگرچه از مبلغ انتقال مهدی قائدی به شباب الاهلی امارات پول قابل توجهی همین حالا در باشگاه استقلال موجوده، اما نیاز به جذب منابع مالی مهمترین و اصلی ترین چالشیه که آجرلو برای رفع اون باید اقدام کنه. پرونده های باز فیفا که اصلی ترینش مربوط به شکایت استراماچونی میشه و پرداخت پول به بازیکنان جدید و تسویه حساب مطالبات سال گذشته مهمترین مشکلات مالی باشگاه استقلال. 2. این تیم زمین تمرین و امکانات میخواد. یکی از بحران های عجیب استقلال در ماهای گذشته نداشتن زمین تمرین و امکانات مناسب بوده. هر چند وقت یک بار شاهد این بودیم که استقلالی ها رو به زمین تمرین راه نمیدن و البته هر بار هم زمینی مثل انقلاب در اختیار تیم بوده. بدون شک زمین تمرینی که نه رختکن داره و نه تجهیزات مناسب برای بازی دوستانه در شأن باشگاه استقلال نیست. 3. دریافت مجوز حرفه‌ای AFC. چند روز دیگه مقامات AFC به ایران میان تا از امکانات تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان بازدید کنند. نتیجه این بررسی‌ها به صدور مجوز حرفه‌ای توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا ختم میشه و حضور تیم‌های مثل استقلال در لیگ قهرمانان قطعی می‌کنه. حالا آجرلو و همکارانش باید هر چه سریع‌تر اقدامات لازم برای کسب مجوز حرفه‌ای رو انجام بدن. 4. بازگرداندن اعتماد از دست رفته. طی سالهای گذشته مدیرانی که در استقلال حضور داشتن نتونستن در مواجهه با بحران‌های مختلف رضایت کامل هوادارا رو جلب کنن. حالا اما شروع به کار وزیر جدید و روی کار اومدن آجرلو و مدیریت تازه هوادارا رو امیدوار کرده که تیم دوباره به شرایط خوب برگرده. و 5. کسب جام مهمترین خواسته هوادار. استقلال سالهاست در لیگ برتر قهرمانی نداشت. اگرچه فاتح جام حذفی شدن، اما کسب جام در لیگ برتر موضوع مهمتریه. هوادارا انتظار دارن در سریع‌ترین زمان ممکن قهرمانی از راه برسه و حالا آجرلو خوب میدونه که با کسب جام میتونه هوادارا رو راضی کنه. استقلالیا خیلی وقت به دنبال آرامشن. آرامشی که باید به دور از حاشیه و مصاحبه‌های تند به تیم تزریق بشه. حالا آبی‌ها امیدوارن در پایان فصلی که قراره به زودی شروع بشه دوباره بتونن سرود قهرمانی بزنن.